سلام علیکم و شب شما بخیر. خوش آمدین به هفته دوم اعلان نتیجه اشتراک کننده های آواز افغانستان. در برنامه امشب از میان 9 اشتراک کننده 3 اشتراک کننده با کمترین رای حذف میشن. با افتخار یاوران برنامه در شروع برنامه عبید جان جوینده، فرشته جان سما، و قیس جان الفت. برنامه امشب با یک آهنگ سه‌گانه آغاز میشه و در هفته های گذشته اگر به یاد داشته باشین در شب اعلان نتیجه اشتراک کننده ها دو گانه اجرا میکردن، اما امشب سه گانه و اولین گروهی که روی استیج میاین گروه قیس الفت است. تشکر. لیلا جان چطور خواندی؟ بی ضرب و بی لای گفاخ نشد انشاءالله؟ یک جایی از پیشم رفت دیگه، خوب بود. بگو خدا را شکر که مرا نجیب شیرزاد کمک کرد که پس در ضرب آمد. امشب آهنگ دیدی اسمت، آهنگ لیلا را هم شنیدی، از نجیب شیرزاد هم شنیدی،
مثل قیس زیبا عاشقم شدی. چی فکر میکنی؟ نتیجه امشب؟ اومه جان نتیجه را ببینیم چی میشه. استرس زیاد داریم. نجیبم تو آرام و خونسرد استاده است. چی فکر میکنی نجیب جان؟ من سر علاقه‌مندان خود اطمینان دارم که به من رأی داده. انشالله یک قدم دیگه پیش میرم. خب. یک دفعه دیگه. نجیب سر علاقه‌مندایت خود زیاد اعتماد داری. سر یاور چقدر اعتماد داری؟ چون یاور میتونه که یک اشتراک کننده را حفظ کنه و مستقیما به مرحله بعدی ببره. توقع دارم که برای سیف کنه انشالله. انشالله. لیلا مستحق هستی که امشب یاور تو را در برنامه حفظ کنه؟ یا ای که نجیب و اسمت نسبت به خودت مستحق تر است؟ ویشا نمیتونم بگویم اما اگه یاور مرا سیف کنه بسیار خوش میشم و تشکر میکنم. خوب حالا از یاورای عزیز ما میشنویم قیس جان الفت که چطور آهنگ آهنگم از خود قیس جان الفت. ایشان خوب اجرا کردن، البته مشکلات های خود داشتن، کم زرک از تک ماندن بیلی شدک دیگه. بازم آفرینشان یک مقدار یا اصراب دارن که سر استیج من نتیجه رو میخواین، فکر میکنن که هستن نیستن، در مو فکر یکان دفعه توجه آهنگ خواندن دلشان نمی باشد. فرشته جان فکر نمی کنین که اجرای آهنگ مشکل کرچ داشت که راحت خود احساس نمی کردن؟ امیره من میخواستم یادآوری کنم که شما خودتان گفتین، بسا بجا گفتین، به نظر ما میکمک کرچ پخش بود و قسمی که کرچ برای دو جوان پایین تر گرفتیم از خاطر لیلا خانم نمیتونه سرای بالا را بگوید. خب حالا بازم برنگردم میمی که در مجموع چرا که لیلا جان پخشتر میخوانه و دیگرها شاید بلندتر، دیگر قسم به حساب به گوش ما می هوایی که باید می آهنگ، فضایی که باید دی آهنگ جمع میشد، نظر به نظر ما همطور واقعیتش جمع نشده بود. چند قسمی که خود قیس جان گفت که کمک مشکل لای بود و مشکل سر و همچنان شیر، دیگه به موی حساب طبعا مشکل است واقعا در استیج بزرگ، بازوام مرحله آخر برنامه است، طبعا استراب می باشه، مشکلات می باشه، ولی زیاد راضی من شخصا خودم نبودم متاسفانه. چند فیصد فرشته جان از می آهنگ کیف کردین؟ آهنگ کمپوز بسیار مقبول است واقعیتش که در اصلش به حد مقبول اجرا شده، ولی چند فیصد گفته نمیتونم، جایش بود که خوب بود، جایش بود که واقعا خوب نبود، در مجموع متوسط بود. بله. حالا نظرات شما هم قسمی است که تمام بینندهایی که میبینن میشنون و یارای ما باید قسم قضاوت کنن. بله. که قناعت مردم هم حاصل شود. بله. عبید جان گفتن که کرچه به خاطر لیلا پایین ساخته بودن، یعنی که نجیب و اسمت خود قربانی کردن. آیا لیلا خوب اجرا تانست با وجود که این دو نفر هم کرچ پایین ساخته بودن برش؟ ما در روز تمرین که اینا تمرین کردن ملاحظه همی بود که کرچ پایین است و یاورشان هم کوشش کرد که اگر بتانن که یک کرچ بالاتر بگیرن نگه پا، خب واضح است که یاورشان بهترتر دیده و در محدوده امکانات از اینا بر وسط آوازشان همی کرچ انتخاب کردن. واضح است که اکتیو را که لیلا جان اجرا کردن بسیار پخش بود، به مو دلیل کم هوا شدن. اسمت جان هم کم سریعتن تا یاورتن متوجه شد که شما اونمو تلاشتن که زیاد میخواین که گفتین که ما نوش جان ما که زنگه میزنیم یاد داریم، اونمو مشکل بود. بازم فقط توجه بکنین در آینده دمو مثلا کوش بکنین که به نقص اجرا بکنین، با زنگه رو بانین بخیر وقتایی که اگر تجربیتون زیاد شد، خدا بته شما رو زنگه رو که باز بزنین بخیر در چقیق تانیسیم. خدا مهربانت. یکمک من گلوندر دستم. خب یک سوال هم از عبید جان و فرشته جان از اردوی شما، اگر ایسی اشتاق کننده در گروه شما می بود امی آهنگ برشان انتخاب میکردین؟ به اساس امی وسط آوازی که یه آهنگ کار داره من فکر میکردم یکمک ناسازگار بود برای زینا، بختر از ای که اما هنگی نتونست داشته باشه به دلیل
متناقض بودن کرچ. میخوایم تو کوتاه بگوییم. بله و نخیر. نخیر. فرشته جان شما؟ کمپوز مقبول است، اما نظر به آواز، نظر به ساختار گلون شاید مهم نی. ولی شما انتخاب کردین با در نظر داشته چی و چرا؟ از خاطر آهنگ امپارت یک بانو را داشت و دو تا بچه های زیبا هم خوانده شک، خواستم که امی آهنگ بخوانن. بسیار مچ خوب بود اگه به نگاه ما صحیح شد. خب از عبای جانم تشکر، از فرشته جانم، برای فعلا از قیز جانم. نظرات آرای عزیز ما رو شنیدین؟ بله، نظراتشان ولای دیدیم و قبول داریم. حالا ای که یاورام نقد کردن نظر خود گفتن، اسمت فکر میکنی که مثل هفته گذشته خودت قیز جان در برنامه حفظ کنه؟ خب اگه حفظ کنه خب بسیار خوب میشه، بخاطر که خب مشکل اگر سر سج آدم استرس میداشته باشه. ما اگر مشکل از ما بوده باشه در کم سوریا و سالم اشاره کردم ساید و به جوینده اشاره کردم، اما با یاورم معلوم است که ما گلون بسیار درد میکنه، همین قرارم بسیار ما با سختی خواندیم فعلا. اما خب هر کس اشتباهی خدا داشت، نجیب جانم شعر اشتباه کرد، مثلا لیلا مثلا کم اشتباه داشت، ما مثلا کم اشتباه داشتیم، به این خاطر دیگه اگر اشتباه شده ببخشید. دوستای عزیز وقت اعلان نتیجه رسیده، این بار نتیجه را زود اعلان میکنیم. فراموش نکنین لیلا جان تا هنوز اما قدر گفتم ایتانم که در آرای پایین است، فعلا یک وقفه کوتاه داریم. با تشکر از گلدن لایف به خاطر تمویل برنامه آواز افغانستان. دوباره خوش آمدین دوستای عزیز. اپلیکیشن آواز افغانستان از اپل استور دانلود کنین و برنامه آواز افغانستان با کیفیت بلند تماشا کنین. و حالا وقت اعلان نتیجه رسیده. دوستای عزیز قبل از اینکه من نتیجه را اعلام کنم، یاور برنامه و یاور ای سه اشتراک کننده تانوزم حق داره که تنها در این هفته یکی از اشتراک کننده ها را در تیم خود حفظ کنه. قیز جان عرصه از اینا واقعیت خوب میخوانن، کم زرگه که این اجرایشان به دلم نبودک، لیکن در نظر من میگیرم که اجرایشان در سابق چه قسم بودک، در تمرینات کی خوبتر میخوانه، آواز کی زیاد کیپیبلیتی زیاد داره، توانمندی زیاد داره، دیگر واقعیت مشکل استک. و حالا قیز جان بگوین که انتخاب شما در میان اسمت عزیزی، لیلای برگی و نجیب الله شیرزاد کدامش است؟ کسی را که ما میخوایم انتخاب کنم او شخص معنی باشم آقای شیرزاد. تبریک. همه از میان لیلای برگی و عصمت عزیزی، یکیشان امشب به مرحله نیمه نهایی را پیدا نمی کنه. تنها یک شانس. قبل از وقفه گفتیم که لیلای برگی یکی از دو اشتراک کننده است که در آرای پایین است و امشب با دل ناخواسته، با یکی که بسیار زیاد آرزو داشت که در برنامه آواز افغانستان باقی بمانه، چون تصمیم از شما همتنهای عزیز بود، چون تصمیم شما بود، عصمت الله عزیزی من بعد
در برنامه آواز افغانستان با ما نیست. تبریک باشه لیلا جان. من میفهمم که خودت زیاد میخواستی که از این مرحله یک قدم دیگه ورداری، ولی چطور کنیم؟ زور مردم نداریم. ما واقعا تشکر میکنم از همه، از یوارای بسیار خوب، از تلویزیون طلوع، از شما، از بیننده عزیز زیاد تشکر میکنم. تا این مرحله هم رسیدیم، بسیار مرحله کمی نیست. ما واقعا تشکر میکنم از همه شما، زنده باشن، از اینکه ما را همراهی کردن تا اینجا. ما پیش از هیچ کدام شناختی نداشتیم. امروز از طریق باز و برنامه آواز افغانستان مردم همه ما را شناختن. فقط کافی است که یک کلیپ بسیار مقبول ما بکشیم، تمام جهانیان ما را بشناسن. ما تشکر. بسیار تشکر. استیج بزرگ آواز افغانستان با یک زمزمه بسیار کوچک ودا میکنم، اگه اجازه تان باشه. ودا کنین. مرا دوباره به عشقت امیدوار مکن، دل شکستم ای دوست بقرار مکن. بسیار تشکر، بسیار تشکر قسمت عزیزی. دوست عزیز، یک وقفه کوتاه داریم و در ادامه اشتراک کننده های گروه فرشتگان سما رو استیج می آیند. دوباره خوش آمدیم دوست عزیز. تشکر شرکت نوشابه های گلدن لایف که برنامه آواز افغانستان تمویل کردن. خدا کنه که یادتان نرفته باشه که محصولات تازه شرکت نوشابه های گلدن لایف به بازار عرضه شده، شما هم یک بار امتحان کنین، واقعا خوشمزه است. و حالا اشتراک کننده های گروه فرشتگان سما رو استیج می آیند. بخون به هرات، بخون بخون دوباره، هی بخون به این شهر پر از عشق و ستاره. بخون که نقش مهربانی داشته باشیم، بخون که عشق جاودانی داشته باشیم، بخون که نقش مهربانی داشته باشیم، بخون که عشق جاودانی داشته باشیم. جامی تو واجب عشق و احترامی، شکست باد دل دشمن تو، خجست باد باغ و گلشن تو. حیفست اگر سر به هنر نارسا بمانه، حیفست اگر تخت سفر به نوا بمانه. بخون به ایراد، بخون بخون دوباره، هی بخون به این شهر پر از عشق و ستاره. بخون که نقش مهربانی داشته باشیم، بخون که عشق جاودانی داشته باشیم، بخون که نقش مهربانی داشته باشیم، بخون که عشق جاودانی داشته باشیم. گفتاست دیدن حریوا، ما مهرات از ترانه بهتر، از غزل شاعرانه بهتر، شام هرات از سحر شاعرانه بهتر، ما مهرات از غزل دلبرانه بهتر. بخون به هرات، بخون بخون دوباره، هی بخون به این شهر پر از عشق و ستاره. بخون که عشق جاودانی داشته باشیم، بخون که نقش مهربانی داشته باشیم،
امی صمیمیتتان مرا خوشم آمد. جالبی است که بیاین که ما شما هم یک شانه به شانه کنیم. سه اشتراک کننده از گروه فرشتگان سما و عرصهشان از ولایت فرهنگی هرات و چقدر با صمیمیت و با محبت اجرا کردن. با شما یک گپکای داریم. در ابتدا از فرشتگان بشنویم که چطور اجرا کردن. ما بسیار خوشحال هستم. خب در قدم اول باید بگویم که آهنگ یکی از آهنگ‌های بسیار زیبای مقبول هنرمند بسیار محبوب کشور ما ترانه سرا امیرجان صبوری است که به افتخارش یک کف بلند می‌زنم. بله. آهنگ بسیار مقبول خواندن، آهنگ به اندازه مقبول اجرا کردن. در آهنگ امی صمیمیت و همبستگی و محبتشان واقعا معلوم میشه. با اعتماد به نفس خواندن، واقعا اجرای بسیار عالی داشتن. همشان با دل و با قلب خود خواندن. همشان هنرمندانه اجرا کردن. صداهای زیبا، صداهای مقبول، هوای موسیقی را، هوای آهنگ را جمع کردن. در قالب موسیقیان بسیار همراهی خوب کردن. همشون آوازهای زیبا داره. بسیار من از اجرایشان راضی هستم. تشکر. خب جان، در کناری که رقابت میان اشتراک کننده ها فردی است، رقابت گروهی میان یاورا هم است. حالا گروه فرشتگان خوب اجرا کردن امشب یا گروه قیزجان الفت؟ از دیدگاه ما همی اجرایشان اجرای بسیار بی‌نقص بود و اصلا بسیار انرژی داشت، زیاد بود. من فکر میکنم که خوبترین اجرای گروهیشان بود. فرشتگان خوشبخت هستن که این رقم اشتراک کننده داره، با وجود که تا بال نامایشان هم یاد نداره. بسیار زیاد تشکر. واقعا ناگفتن همه را بسیار خوب اجرا کردن. محبت که شما داشتن به آوازهایتان رنگش معلوم میشد. واقعا از گروه ما که اجرای شما خوب بود. قربان شما تشکر. اعتراف. رقابت سالم، صادقانه، هنرمندانه نقد میکنه. ایده که میگن شما نقد کنین، سر من نقد میکنه. ای بس دارم نقد. اشتباه کرده جای خود که در کجا باید چی بگه، خب فرق نمیکنه. تشکر از یاورا عزیز ما. بسیار گپای شیرین میان یاورا در یک فضای صمیمی رد و بدل شد و حالا وقت اعلان نتیجه. اعلان نتیجه خو معلومدار است، اما ای که عزیز احمد کاکر چی فکر میکنه که امشب میماند در برنامه یا نه، ایر از خودش یک بار بپرسیم. ما امیدوارم که به برنامه بمانم و آهنگای زیباتر اجرا کنم. بشیر جان شما چی فکر میکنین؟ ما برای مردم احترام دارم، هرچی که مردم تصمیم گرفته باشند قبول دارم. در هفته گذشته فرشتگان آقای احمدشاه نوری را در برنامه حفظ کرد، قسمی که قیس جان اسمت حفظ کرده بود، ولی باز بعدش نجیب الله شیرزاد یه هفته حفظ کرد. فکر میکنی که خودت با آقای احمدشاه نوری تبدیل کنه؟ او دیگه نظر خود فرشتگان سمایه دیگه معلوم شه، ببینیم کی حفظ میکنه. دوستای عزیز، اشتراک کننده که امشب با کمترین رای استیج بزرگ آواز افغانستان را ترک میکنه، بعد از یک وقفه کوتاه برخواهد آمد. با تشکر از گلدن لایف به خاطر تمویل برنامه آواز افغانستان. دوباره خوش آمدین دوستای عزیز. ما را در صفحات اجتماعی هم دنبال کنین. آدرس فیسبوک ما است facebook.com/thevoiceafghanistan و وقت اعلام نتیجه. اما قبل از او یاور برنامه حق داره که یک اشتراک کننده را حفظ کنه. فرشته جان، باز این سوال بسیار مشکل. باور کنین که من نمیاله جرات نمیکنم که صحبت کنم. ضربان قلبم تیز شده میره، واقعا میتپه قلبم، به دلیل از اینکه در گروه ما اتو نیست که بگویم یکی خراب میخونه یکی خوب. بر من آسان باشه تصمیمش آسان باشه. به او خاطر بشیر جان که از در سبک غزل، در قسمت غزل، اما تو واقعا بسیار غزل سرای بسیار موفق است، مقبول میخونه آهنگای آرام و آهنگای غزل.
بشیر جان و عزیز جان که از همچنان آهنگای غزل به حد مقبول میخوانه صدای بسیار رسا و مقبول دارن، آهنگای شاد همچنان در قسمت شاد توانمندی بسیار قوی دارن، به حد آواز قوی. و احمد شاه جان نوری خوب به همگی معلوم است که واقعا امی سبک کهن خراسان زمین به حد به نقص میخوانه و مقبول میخوانه، در قسمت معلی اجرای بسیار زیبا داره. حالا تصمیم آخرم شما میگیرین کی در برنامه میمانه؟ همشان مقبول میخوانه، واقعا که به من بسیار سخت است. با مد نظر داشته تمام چیزایی که گفتم براتون که همشان زیبا میخوانه و ای کاش من ای انتخاب می داشتم که همشان انتخاب میکردم، اما ما به خاطر زی که بتانم موسیقی سرزمین کهن خود ما را که سبک خراسانی است حفظ کنم و حمایت کنم، در این قسمت ما احمد شاه جان نوری را حفظ میکنم. تبریک باش احمد شاه جان، خوش آمدی به مرحله نهایی. بفرماییم و دوستا، حالا نتیجه یک هفته رای شما همتان عزیز. اشتراک کننده که به تصمیم مردم با کمترین رای استیج آواز افغانستان ترک میکنه، عزیز احمد کاکر است. خودت کامیاب شدی، خوش آمدی. تشکر عزیز جان، خوش میشد میبودی ولی رای خودت کم بود. تشکر میکنم از تمام مردم افغانستان که برای من رای دادن، یک جان تشکر، زنده باشم. خیلی سپاسگزار از خودت، زنده باشم. دوست عزیز، وقفه کوتاه و زود برمیگردیم. بازم خوش آمدین دوستای عزیز. برنامه آواز افغانستان تنها یک گروه مانده و هم گروه عبیجان جوینده. تشکر شرکت نوشابه های گلدن لایف که برنامه آواز افغانستان تمویل کردن. گلدن لایف با طعمهای تازه و خوشمزه در تمام بازارهای افغانستان قابل دریافت است. این طعم انگورش است، یک بار نوش جان کنین، پیسیتون دعو نمفته و پشیمان هم نمیشین. و حالا اشتراک کننده های گروه عبیجان جوینده رو استیج است و براتون یک آهنگ مقبول اجرا میکنن. افغانستان
فال پیروزی را خود تیم عبیدجان جوینده نیک گرفتن، فال خوب گرفتن. خدا کنه که دیگه برنده هم شون. آهنگ بسیار مقبول. عبیدجان، اقدر خوش معلوم میشین امروز که حتی استفاده شدین پیش اشتراک کننده هایتان. افغانستان پیروزی از آن ماست. در صورتش ار اشتراک کننده آواز افغانستان که بخیر موفق شد، پیروزی از آن افغانستان است. بالاخره باز یک استعداد نو، یک استعداد تازه تقدیم دوستداران موسیقی میشه. فال نیک امی است که هر تیم آرزو داره که از تیم خودش شوه، اما با وسوسه که این رقابت وجود داره، من کلشان دوست دارم. امین نو اشتراک کننده که مانده، هر کدامشان آرزوی موفقیت برشان میکنم و بخصوص تیم خودم. موفق باشین. تشکر استاد. فرشته جان، گروه عبیدجان آهنگ خودشان اجرا کرد، از قیس جان از خودشان اجرا کرد، اما شما یک آهنگ زیبا و مقبول و هراتی. بله. چطور بود اجرای سه‌گانه ای سه اشتراک کننده ما؟ بد نبودن آهنگ، بد نبود قدر زیاد. اگر من می بودم شاید یه آهنگ برشان انتخاب نمی کردم. به هر صورت کدام آهنگ برشان انتخاب میکردم؟ دفتن نمیتونم تصمیم بگیرم، دفتن بگویم ای آهنگ برشان انتخاب میکردم. و یک مرحله کار داره که آدم بشینه تمرین کنه، باشه بشنوه، با اشتراک کننده همکار باشه. ولی خب ای آهنگ هم بگم بد نبود، ولی فوق العاده نبود؟ فوق العاده به نظر من نبود. نخیر نه، اجرای بسیار فوق العاده. قیس جان زیاد بسیار مقبول اجرا کردن آهنگ پیروزی رو کرد. مرا امی رنگای آواز از اینا که خوشم، از فراد جان همتر آواز باز گرنگ، از اینا همتر بسیار خوبش. عبدالحی باز اولین بار بود در آهنگ پیروزی تر شکل محلی را خواندن، بسیار خوشم آمدم. بسیار برمه جالب بود اگه وقت از خاطر آهنگ پیروزی را که شنیدین، اتر آواز محلی در این آهنگ نیستک و امروز با آواز رنگ آواز خود عبدالحی بسیار یک رنگ زیبا. ما از کلتا خواهش میکنم که یک کف محکم برای همشان، بخصوص برای عبدالحی بزنین که دیروز تشکر استم. باور کنین که نجیب الله جان و فراد جان اونا آوازهایشان مساعد است برای زی آهنگ، اما ما تشویش عبدالحی داشتم. دیروز آخرین روز تمرین بود و ما زیاد کوشش میکردیم که عبدالحی هم بتونیم که با این آهنگ رنگ آوازش قسمی باشه که زیاد متفاوت نباشه. و خوشبختانه در طول یک روز یادم که کار کرده، که زحمت کشید که ما نتونستم زیاد تفکیک کنم. عبدالحی ببخشید، یک خواهش،
امی یک لاینش همونطور بدون موسیقی همونطور زمزمه کن. همون لاین خودت که یاد داری امورو بخونم. لاین خودت. همونطور محلیوارو. محلیوارو نه. لاین خودت. بلاجی خودت. محلیوارو. افغانستان، 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 افسانه سازی افسانه ها، گنج میان ویرانه ها، یک دولک می بود، فراد سبزی فرسانه ها، زخمی دست بیگانه ها، پیروزی از آن ما. حالا بگو پیروزی از آن ما است بگو، یعنی ما پرم. ای کاش، ای کاش، ای کاش تواب جان آرش در ابتدا خبر می بود که یک پارت برای خودت هم در یه آهنگ سم می داد که قدر زیبا اجرا می کردی. خب حالا وقت اعلان نتیجه است دوست عزیز، اعلان نتیجه. اما باز هم از تیم شما هم عبید جان جوینده تصمیم میگیرن که از میان شما کی مستقیماً به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کنه. عبید جان مرحله بسیار دشوار است تصمیم گیریش برای هر یاور، اما چون ما باور کامل دارم با شناخت متقابلی که بین ما و اشتراک‌کننده ما است که اینا هیچ وقت متاثر نمیشن از تصمیم گیری ما، چون میفهمن که ما هیچگاه تصمیم بسیار زود نمیگیرم و زیست زیاد کوشش میکنم که منصفانه باشه و شما هر کدامتان که موفق شوین بانین و تیم بالای شما موفق شوه، مطمئنم پیروزی از آن هر کدام شما خواهد بود. من اعتماد کامل دارم که مردم کی رو برای ما در رای میتن، برای ما نگاه میکنن و کسی که من اعتماد دارم که او خوب میخونه اما ممکن زیاد کمپین کرده نتونه. بازم فراد جان اشرت است. فرادت یک خواب و خیال غرق بودتیم. در چند ثانیه نفهمید که کامیاب شد. تبریک باشه فراد جان اشرت. زنده باشیم، زنده باشیم. از بس خوش از گپ زدن هم ایتانا فراد جان. اما تو دویده دویده برو دیگه از یاور تشکری کن. برو فراد. و ما حالا نتیجه یک هفته رای مردم به شما اعلام میکنم. اشتراک کننده ای که ما مرحله نیمه نهایی را پیدا نکرده سید نجیب الله شیرزاد است. و عبدالحی امیری برای خود تبریک باشد. تشکر زنده. سید نجیب الله در دو هفته پی در پی یاور خود حفظ نکرد. قناعتت حاصل شده؟ ما جا داره که بگویم خب حالا خب کار شدگی شده، اگر چی بگویم فایده ندارم. در قانون اگر بیاین سر که آهنگ کی خوب اجرا کرد، آهنگ کی خوب اجرا کرد، هفته قبلی به کلی فراد از سر جدا بود، برنامه را کلتان دیدین و یگانه که حیب مرا یاورای ما گرفت فقط گفت صرف گمکار مسلکی نرفتی و اینال خوش شده دیگه کار بگیم نگیم فایده ای نداره. حالا در کدام قانون امی گپا گفته شده؟ نه او برنامه را خود دیدین خودتان، نه یاورای ما که من نظرهای یاورای خودم میگم از ته یاور خودم برشون نظرش میگم نظر به قانون گپ یاورا. بله یعنی که راضی نیستی؟ والا نه دیگه راضی خوب بیاد نیستی وقتی که آهنگم خوب بخونی رایت هم از طرف بالا باشه، این جبر نیست که
آیا فکر میکنی که رایت بالا بوده خودت حذف شدی؟ نه، مگر رایم از چیگه 100% میفهم که بالا بود از فرادش رد بله. حالا ای که مردم هم تصمیم گرفته و یا ورام تصمیم گرفته هیچ چاره نداره. چاره نیست، فایده نداره بله. خدا حافظ نجیبش، بسیار زیاد خوش آمدی. دوستان عزیز، ای بود برنامه امشب آواز افغانستان. به وبسایت برنامه ما برین، جریان مکمل ببینین، سوال کنین، جواب شب بشنوین. تا فردا شب که با 6 اشتراک کننده باز هم در خدمت شما هستیم. خداوند یار و مددگارتان.